به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بیننده عزیز و ارجمند شبکه اصلاح. امروز ادامه برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 19 است. در این نوبت نامه ها بیننده گرامی از ناحیه ها شماره 19 دو نامه هموطنانمان از روسیه را در اول برنامه جای دادیم. چون که اکثریت خواننده و بیننده های برنامه ما مهاجران بیچاره تاجیک در شهرهای روسیه اند، اما هموطنان مهاجر ما در روسیه با وجود آن که زحمات سنگینی را متحمل می شوند، روزگار بسا پر عذاب را طاقت می کنند، از درد و داغ خود، از مشکلات خود کمتر می گویند. در حالی که ما بارها آمادگی خود را برای نشر و پخش عرض و شکایت آنها اعلان کرده ایم. البته چون هر هفته برنامه منبر مهاجر داریم و در آنجا سخن می گویند و بیشتر فکر نمی کنند که این چنین می توانند از روزگار و مشکلات خودی که مهاجران دارند در روسیه به ما نویسند، تا اینکه آن را در برنامه نامه ها از ناحیه ها نیز جای دهیم. هموطنان عزیز، مهاجران روزی رسانی مردم، بدون استحاله از دشواری و مشکلات خود به ما بگویید. چکره آب سنگ را سوراخ کرده است. گفته های شما هم بر هدر و بیهوده نخواهد رفت. حتما تأثیر خواهند داشت. شروع میکنیم از ولگاگراد. برادر عزیز محمد اقبال صدرالدین، از شما احترامانه خواهش میکنم تا آخر نامه دردناک ما را خوانید و در برنامه نشر کنید. ما یک گروه مهاجرانی که از دست دیاسپورای تاجیکان شهر ولگاگراد زیر عذاب شدید قرار داریم. نمیدونیم با کی دادمان را گوییم. این انسان حیوان صلت دشمن کل مهاجران این شهر ما را تا حد زیر عذاب شدید قرار داده ایستاده است. میگوید شما در اینجا مثل جوگی و مثل سگی بی‌صاحبه. گب زن تانا فلان میکنم، زن و کودکا تانا فلان میکنم. ما تنها آخران در را میکوبیم که این در در منبر مهاجر و برنامه های نامه ها از ناحیه ها است که دردی ما را بگوش مقامات برساند تا که بتوانند لجام سید احمد را بکشند. مثلا رئیس شهر ولگاگراد لجامش را کشد. میگوید مزنی رستم و رحمون و فلان میکنم، مرا فلان جایم را خورده نمیتونم. ما سال 92 در اینجا چون رحمون و حکومت میرانم. اونها ایمه هر ما پول میگیرن، فلان شون کده گیرن. خوب دیگه این مردک زور بود است. همراه این سید احمدی بدبخت یک برادرش هست با نام ستار. او را همه همچون ستار نرکبریگ میشناسند. به نزدیکی دو برادر معیوب را در خانه چنان عذاب داد که بیچاره ها گپ زده نمی توانند. زمین های بسیار دارد، تاجیکان را مثل حیوان کار می فرماید. بیچاره ها را پاسپورت هایشان را گرفته تا آخری موسم عذاب می دهد و در آخر دشنام های قبیح داده زده پیش می کند. حتی والله قسم گاو حرام شده را مجبور کرد که کشد و 10 کیلوی پکت کند. ما کشتیم و پکت کردیم. همون گوشت حرام را با تاجیکان فروخت. ما مهاجران شهر ولگاگراد زیر ظلم سید احمد قرار داریم. سید احمد یک سو عذاب می دهد، برادرش ستار یک سو دیگر. به الله قسم از عذاب این بی‌رحم راه گریزی نداریم، چون که پاسپورت هایمون را گرفتگی است نمی دهد. در پولیا عمری خودمون را به سر برده ایستاده ایم. دادمون را با کی گوییم نمی دانیم. قریب که 120 هکتار زمین است. حدود 150 نفر تاجیک و ازبک را مثل حیوان محکم کرده است. باز فرمای گاو و قریب 600 سر گوسفند و بز زیر 2500 سر. آخر این همه دارایی ها از کجا؟ چرا این گونه راهبر دیاسپورا را تفتیش نمی کنند؟ تنها کمبغلان بی سواد را عذاب می دهند. ما را هم انسان زایده است آخر، نه حیوان که مادران و زن و فرزندهایمان را دشنام می کند. 2 سال پیش در 18 میلیون روبل خانه خرید. باز مگزین و آشخانه و مایکه کرده استاده است. همه تاجیکان را مثل خر کار می فرماید. امیدوارم روز فریاد جانسوز ما مهاجران مظلومی زیر عذاب و شکنجه از دست این ناخلف بی ایمان به نام سید احمد رئیس تاجیکان در ولگاگراد نجات پیدا می کنیم. السلام علیکم برادران، ما یک گروه مهاجران تاجیک برادران، ما 3 ماه شد آمده همین تاجیک در کار میکنه. این همین قوابه 6 نفر در ایجا 30 نفر در دیگه بازا. 3 ماه شد نه دکومنت دیدیم نه پاسپورت دیدیم. ما برای خلاصه آمدیم که این مردم همه در 3 ماه همگی 10,000 پول گرفته گیم. مقصد ما به خلاصه آمدیم که به یک
مراجعت کنیم در وقت آج شما در کدام شهر؟ بالگرد این آمده گیم همیشه مکه ها بچه های توجیک اگر عدد تو چطور بیایم ما را یوردم کنیم بچه ها که ما همیش که همی وزبین ما برویم اکمیتون را گیرم بسید تو با وطن ما برگردیم بچه ها یک ما را بینیم اپو خوارای خود مونده همیشه من هست پیاده آمده مونده شدن همه خب بینندگان گرامی این نامه است که به ما رسیده است و ما بدونی اون چیزی که گفتن البته باز خیلی از یعنی که درد گله ها و شکایت ها و تاخیر های کرده بودن اونها را حذف نمودیم چون که واقعا زیاد این ظلم زیاد نموده است و تاخیر زیادش هم کرده اند مهاجران اکنون میگذاریم به سمره نامه ای که از سمره به ما رسیده است یک مردک تاجیک صاحبکاری با قوت بود سبزیجات را یک لخت می آورد سبزی پیاز کارتوشکا همه چیز را می آورد اما خواجه بردین همراه با صبور خود نمی دادند بردین و صبور پیش سید اسرار میرزایف که با کلیشکای گنس آمده تملق زیاد کرده او را نسبت آن صاحبکار دشمن کردنی شدند گفتند که آن صاحبکار با آدمهای گنس لذت کرده است در بازاری مردم سمرقند بار می آوردند و از سر ماشین هایش به گنس حق می دادند. خلاص گنس آن صاحبکار را فریاد می کند و مرد دنیوار می زندش. این خواجه بردین دفعتن همان بگاهی می رود و از آن مرد تاجیک بخشش می پرسد. خودش را سفید می کند و همه عیب را در کلای سید اسرار میرزایف یعنی همین گنس می زند. اما آن صاحبکار تاجیک می داند که این کار را خواجه بردین تشکیل کرد. سپس گنس را می گوید که اکا یک نیمه بیست من همین خواجه بردین رو زندان میکنم. گنس همراه بردین گپ زده بودند. گنس بردین رو گفته است که تا آخر در برم هستی؟ بردین گفت که تا نفس آخرین در برات هستم. گنس گفته است خوب دیگر تمام. بعد وقتی اون صاحبکار گنس رو میگوید که یک طرف بیست من بردین رو محکم میکنم. گنس گفته است که چی کار میکنی همراه من کن. این مرد تاجیکی صاحبکار سومداری سخت بود. حالا هم همون خیل است. نام آن مرد کریم است. بعد تمام کار گنس را با سود داد. گرفتند و محکمش کردند. اما این بردین خوجایف در حال برای خودش کریشه یافت. 10 میلیون روبل داد که باز مبادا گنس یگان کارش نکند. گنس رفت 1 سال و 6 ماه در زندان نشست و برآمد. بعد از برآمدن گنس یا همین سید اسرار میرزایف از زندان دشمنی هایشان شروع شد. خوجایف بردین با همراه دادرش سینور و عمکش صبور در سمره مردم را به دو گروه جدا کرده گیند. جوان ها را مرغ کرده است. همه بچه ها را از فیسبه ترسانده است. دوخ بسیاری بچه های ما را شکسته است. چون که با اولاد گنس خصومت خصوصی دارند. از آن همین سبب مردم را با دو گروه جدا کردند. مردم عادی بیچاره که از پشت زندگی ساده خودشانند میگویند که همراه اولاد گنس سلام و علیک نکنید. گنسی بیچاره از پشت این لعنتی ها در سال 2021 شهروندی روسیه‌اش را بکار کرده بودند و با تاجیکستان استبدادش کردند که در تمام رسانه ها این نشر شده بود و همه نیز از آن آگاهند. سال 2015 سید اسرار میرزایف یعنی همین گنس از پشت آن همین ها 2 سال رفت و شیشت مایلش که این کارهای ناانصافانه را کرد اما با مردم مظلوم عربکش بیچاره چیکار داری آخر مردم مهاجر را آنقدر اوگرژت کرده ایستاده است که تا باز گفتند به طرف مردم میگوید همهتون را گم میکنم دپارتاسیاتون میکنم زنهایتون را فلان میکنم اوشههایتون را فلان میکنم من افیسم را هوی کنم بعد میبینید که با شما چیکار خواهم کرد 2 سال شد که گنس رفته است تقریبا من مردم عادی را در نظر دارم بیزنسمن ها را نه مردم عادی در سمره آنقدر در عذابند که از تاجیک بودنشان از دسته بهرالدین پشیمانند در مسجد هم گپ همین بدبخت
در تمام جا گپ و حرفی همین ها است. 30 میلیون روبل برای گنس و اولادش را از ثمر را اخراج کردن، یعنی خرج کرده بوده است، اما از دستش چیزی نامد. بوزی روی راستی فیسبی است. 60% بچه های جوان را بانگی کرده است. قسم به خدا خودش سفیدی گرنگ زمین مطرح میکند. با یک دو بچه واروخی برادرش را از درآمدگاه پدیزشان قپیدند. 6 میلیون در جایش داده خلاصش کرد. از وقت رفتن گنس ثمره 150 درجه تغییر کرده است. دیگر تاجیک در یگان جا گپ زده نمیتواند در ثمره. بهردین تهدید کرده میگوید که آن سالها گذشت. حاضر امنیت هست، فیسبی هست. بچه های جسور و با غیرت را با فیسبی و امنیت تاجیکستان فروخت. این بوزهای عبارتند از خوجایف بهردین، خوجایف صبور و دیگریشان صنعت است. سال گذشته میخواست که بازار را از دست آذری ها بگیرد، نتوانست. ساختمان مسجد را منع کردنی شد که نتوانست. بعد آن که بازار را گرفته نتوانست، زد وای ما را که ما تاجیکا از این بازار میبراییم. اما مردم گپش را نگرفت، هیچ کس همراهش نرفت. مسجد را محکم کردن خواست، ولی بعد این کارش خدا او را زد. در یگان جا کارش برار نگرفت. در مسجد یک مولوی بیچاره همه روزه موعظه میکند، اما او را روز نمیدهد. هر روز او را وادار میکند که در موعظه‌اش بگوید که بردین رئیس تاجیکا است، اما مولوی میگوید که کدام میخواد خیزد و بگوید، اما من این گونه وکالت ندارم. بیچاره را این قدر اوگرژت کرده ایستادند که از دست آنها دیگر مسجد نمیآید. تا وقت گنس بود مولوی همراهش بود. وقتی گنس را خپیدند میگفت که روی خوک را بینم، روی بردین و سینور را نه. این بردین هم خاری را و هم مولوی را، مردم عادی را هم تهدید میکنند. هم مرا از فیسبی میترساند. وقتی گنس بود در یک ماه یا دو ماه 200 روبلی اپشین های تاجیک ها جمع میکردند. مردم بعضیش نمیداد. حاضر باشد سری آدم 2000 تا 5000 مجبوری جمع میکند. سوم را برای خواجه بردین، مهردین و خاری قدرت الله جمع میکنند. وقتی یگان کس نداد، طایرف عمرشاه و خواجه صبور به زوری میگیرند از آنها. آدم ها را در شنهای قبه میکنند. یک نفری را با نام آرزو آورده بود، معلوم نیست که کی بود، اما از تمام آدم های استرایک قرضدار بود. او را همین بردین آورد و در بازار رکت ماند. آرزو بوزی فیسبی روسیه بود. یک بربر را فروخت، همه را دالیه بست، اما در بازار خرابش نگذشت. اما روزی را هم دیدیم که آرزو مقابل بردین شد. از همه خطرناکترینشان برادری بردین است. در تاجیکستان برای نزدیکان گنس همین سید اسرار میرزایف را زندان کردن. یک بربر خورغانتپه را از سوم سر کرد. در چپایف که رفت آغیل اسب روز کرد. خوب دیگر برای اولاد همین عزیز ما ماشین خرید، اما رزولتاتش نال شد. حاضر از کروگی آنها هم رفتند، چون دیدم که خیلی نامرد و ناآدمند. بهرالدین قاری سیدبکی خدا رحمتی را که 3-4 ماه پیش وفات کرد، مجبوری در مجلس بیرون از ثمره برد. از روی بعضی از معلومات ها قاری سیدبک از پشت بهرالدین بیماری رک یا سرطان شده. دو ماه هم نگذشته از عالم گذشت. وای آخری ماه اکتبر یا نویبر برای کار از تاجیکستان آمده بود. بهرالدین برد پتنتش کرد و با همین متهمش ساخت. گفتش که با من کار میکنی. گفته است که اگر نمیکنی با فیسبوک گفتگیتم که در کجا خوندگی. خالی سیدبک فرزندی عبدالحق است، در پاکستان خوندگیت را میرسونم. گفته است بیچاره قاری تلخش کفید. قاری را سپس پیش سردار فیسبوک ثمره برد. قاری سیدبک همه را با چشمان خودش دید. دیگر آنچنان به حالت وزنی مبتلا شده بود که نهایت با صد درد و الم درگذشت. حالت قاری سیدبک دیگر چنان شده بود که نمیتوانست خواب کند. به پشت در روی جایگاه از سوزش اشکمش و در بالای کرسی مینشست و خواب میکرد. پیش از مرگش با صد درد و الم از عالم درگذشت. بچه های ثمره 80% از سبخاز ترکمنستان هست. بهرالدین اکثر جوانان را بانگی و نرکمان کرده است. وقتی سید اسرار میرزایف رئیس دیاسپورای تاجیکا بود، تاجی قدر داشت و هیچ ملت و قوم با ما مقابلیت نمی کردند. حتی از نام سید اسرار یا گنس وقتی در ولایت های اطراف روسیه صحبت می کردیم، آنها هر ملتی بودند ما را قدر می کردند. اما حالا ما والله قسم در بدترین حالت قرار داریم. در ثمره این شرمندگی است و
و همه بچه های در سمره بوده همه را میفهمند این حالت بدی ما تاجیکان را اینجا. خوب بینندگان گرامی، این وضعیت مهاجران تاجیک در سمره بود و آنچه واقعیت است و ما نیز این مسئله را از چند نفر پرسیدیم که همه تقریبا همین حالت را یعنی شهادت دادند که ما ناگزیریم آنچه واقعیت است آن را بگوییم. اکنون میگذاریم به یاوان. در بیمارخانه مرکزی یاوان انصاف تماما وجود ندارد. از فراش سر کرده تا سر دکتر در فکر بیمار نیستند. چشمشان به دست و به کیسه اوست. با نزدیکی کودک 5 ساله را جراحی کردیم، کور روده شده بود. برای یک شب بیمارخانه 650 سومونی، 150 سومونی شعبه احیا، 100 سومونی پول نرکس و 400 دیگر برای خیرورد. از بس که شرایط زندگی هم وزین بود و چنین مبلغ رو نداشتم، واقعا هم نداشتم. خواستم به سر دکتر مراجعت کنم، شاید انصاف و ایمان دارد و یکان سبکیه برایم میدهد، اما برعکس شد و با جای سخته نمک پاشید. میستی تو این روزها چندین آدمان میآیند، چی من از همه شما قرضدارم؟ من گفتم شما قرضدار نیستید. برای کودکی نابالغ طبابت در بیمارخانه باید بی پول باشد. حالا آن که برای یک شب 650 سومانی طلب کرده استادید، شاید یکان گرد ارزون نکردید. گفت این پول دولت است و با بودجه دولت می رود. می توانید در را از بیرون پوشید. دیگر ناعلاج قرض گرفته پول این خونخوارها را زهری بدن فرزندانشان شود سپریدم. هر بار به شعبه بیمارخانه می در آمدم، فراش تمام می کرد که یک سومانی سپر برای بخیل. وقتی برای قرضگیری می بر آمدم، باز گفت که ای تو چی خیل مردکی، برای یک سومانی می غلطی. بعد گفتمش که این بخیلک بی پول است. کلانهایتان تمام میکنند، بس نیست و خیر. اقلا شما در فکر مردم کمبغل باشید. فراش با نگاهی پر علم گفت برادر، ما هم مجبوریم. من پرسیدم که چی تو رو مجبور کرده است؟ گفت پریکاز از بالا است. گفتم بالا یعنی سر دکتر؟ او حساب کدام شما رو میرود؟ گفت آدمی که دوربین های بیمارخانه یعنی کامیرا ها رو نظارت میکند، آدم خود سر دکتر است. وقتی که ما بستی کاری را قبول میکنیم یا همون سمینه را، مجبورم 50 دانه بخیلک برایمون میدیم که گذرانیم و پول کرده بیدیم اشان. گفتم اگر مردم نگیره چی؟ گفت برای آنها فرقش نیست، پول بخیلک را از سر معاش مینوس میکنند. باز افزود که در ما حالا بخیر است، شابه های سردرا و برا باید 100 دانگی بخیلک را پول کرده سپرند. و الله قسم دکترهای اینجا یک نمود به انصاف و به ایمانند که یک خیلش به پول حتی سلام نمیکند. یک دکتر نهایت بد نفسش با نام خالقوف که مدیر شعبه تولدخانه است و خدا قسم برای پول شده کودک همسینف خودش را کشت. گفته است که 1000 سومانی سپر، میگوید که این مقدار پول ندارم، ارزان تر کن، انصاف هم در کار رزبار میشود. میبایست سحر آن روز جوابش میدادند، اما بیگاه تریواگه میکنند که من طفل نوزاد همان آدم وزنین شده است و باید به شعبه احیا گذرانده شود. اما مادر کودک میگوید که من دو روز طفلم را شیر یعنی سینه دادم، کودک خوب بود. از روی نقل پدر این طفل معلوم شد که خالق خوب به خاطر نگرفتن همان 1000 سومانی پرینسیپ کرده با ضرب سوزندارو که معلوم نیست چرا تزریق کرده است، طفل را کشته است. آوازه این کار در تمام ناحیه پخش شد. کارمندان حفظ حقوق هم آگاه شدند، چون که پدر بیچاره نامه شکایتی نوشت. اما سر دکتر خالقوف را حمایت کرد و حالا هم خالقوف در همان وظیفه مدیر شعبه زایشگاه کار کرده ایستاده است. چند پیشتر در بیمارخانه یک دکتر اوزی که قاسم نام داشت، یک کلینچک حامله را در اتاق کاریش تجاوز کرد و دلش را تا سود رفت. باز همان سر دکتر حمایتش کرد. این دکتر نیز حالا هم کار کرده ایستاده است، ولی آن کلینچک را شوهرش با کودکی در قدش بوده طلاق داد. سر دکتر بیمارخانه با آدمان نزدیکش میگفت است که شما مرا نفروشید تا روز من هستم و پای هیچ یک شما خاره نمیخلد. یک جراح با تجربه بود در این بیمارخانه با نام علی دلاور که با نام حاجی دلاور مشهور بود. وی با چنین طرز کاری سر دکتر مقابلت کرد و سر دکتر هم بالای او پیوسته فشار آوردن گرفت. روی راست میگفت که بخواست دلی من کار میکنی مثل دیگر دکترها، اما او را وجدانش نگذاشت، عریضه نوشت و از کار رفت و حالا در روسیه کار رو فعالیت میکند. افسوس که حالا همین بیمارخانه ها هم به جای رشوه و فساد تبدیل شده است. خوب امیدوارم که وزیر تندرستی در این قضیه کوتاهی نمیکند و حتما در قضیه یاوان این مسئله را میبینند. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از شما خواهش دارم که این موضوع را تا آخر پیگیری نمایید. موضوع چنین است، همین سال من به تاجیکستان رفتم با جماعت سید امید رحیموی ناحیه تیمروبلی یعنی جوروکل. وقتی میخواهید که با پسرت زن بدهی، تا
توی برگزار نمایی می روید نزدی تنظیم جماعت تا که اجازت نامه و سپرافکا بگیرید. این جانور تنظیم جماعت نامش سید محمود گردایف است. این نفر 7-8 سال پیش در مکتب میانه شماره 4 ناحیه تیمرملک در جروب خل معلم تاریخ و حقوق بود. از اینجا با جماعت با کار گذاشته است. وقتی برای سپرافکا می روید می گوید باید روزگی و اینکمات را بگیرید. و این کمات جماعت جورپول نامش فتح‌الله است. می روی نزد فتح‌الله و می گوید که نرخ سپرافکا 6000 سومانی است. این مبلغ را با ووس میز حربی یعنی و این کمات جورپول همون فتح‌الله می دهی. بعد وی زنگ می زند به تنظیم جماعت و می گوید من روزگیم را دادم. سپرافکاش را نویسوده این قدر پول را مهاجر مهنتی شاید در یک ماه کار کند. اما این جانور در یک منوت می گیرد. ما از آدمان دیگر منطقه پرسیدیم در آنها چنین گپ نبوده است. این حال تنها در جروبخول ما است. در جروبخول 15000 اهالی زندگی میکنند که 80% آن لقای ها میباشند. با یک قول دیگر تا 17000. ما یگان دادرس و عرض شنو نداریم. نمیدانیم برای چی این ظالم ها تنها از ما ازبکای جروبخول چنین پول میستانده باشند. این و این کمات جروبخول فتح الله بجز از این اجازت نامه توی باز در هر موسم دعوت از آدمان پول و مال و گوسفند میگیرند تا که بچه هایشان را عسکری نبرد. من حیرانم که نخواد همین امنیت و کروپسیا این همه را نمیدانسته باشد. آخر اینها روی راست مال و پول میگیرند و همه این را میدانند. اکای محمد اقبال، یگانه امیدی ما شمایید که این حالت را با گوشی حکومت داران میرسانید. البته ما همیشه در خدمت شما هستیم و هر داد و شکایت دارید اصلاح آماده نشر آنهاست. اکنون میگذاریم به دوشنبه. سلام برادرم محمد اقبال، من یک زن هستم که با دو کودکم در تاجیکستان کلان سرپناهی ندارم. بدادم نه رئیس جماعت، نه رئیس رایان و نه رئیس شهرها میرسند. من کار میکنم و در یک ماه 1000 سومانی معاش میگیرم. یک مادری پیر دارم که بیماری دیابت قند دارد. مادرم را تبابت کنم، کودکانم را خورانم و پوشانم. روزهای شد که با کارخانه ها رفتم و طلب دو جای کار کردم، یعنی دو سمینه کار میکنم. اما آنها ما را با سوی زینا دعوت نمودند. سبحان الله. زنی تاجیک در تاجیکستان خودمان نه قدر، نه قیمت و نه عفت و آبروی دارد. برادر محمد اقبال، ما اجاره میشینیم. بالای این که در تاجیکستان قدر نداریم، جای نمییابیم که زندگی کنیم. در دیگر دولت ها یک ماه معاش زنها 3000-5000 سومانی است. اما زنهای تاجیک و مردهای تاجیک خری بارکشی یک تینه لاشه خوران شده ایم. چه خیلی میگویند 100 دری پوشیده یک دری کشاده. اول امیدم به الله، بعد به بندهش شما هست. انشاءالله که به ما کمک میکنید که ما خانه بگیریم. الها در یک کوهی بلند باشد یا در دهه، در نزدی کارگرهای کلان یا مردان پولداری که از دستشان می آید که یک سرپناهی فقیرانه بگیرند. اما ما زنهای ضعیفه را دیده به سوی زنا دعوت میکنند. از همین رو از شما کمک طلب می نماییم که مرا کمک کنید. دو دختر دارم، پسر باشد دیگر گپ. دخترانم چی می شود آینده شان؟ خب این مادر برای ما این نامه را ارسال نمود و یگانه کاری که ما کرده می توانیم این رسانه کردن این خواهش این مادر بود. اگر کسی پیدا شد حتما شماره هایش رو می دهیم به اون نفری که می خواهد به شما خدمت یا کاری کند. اما دیگر آنچه که ما می توانیم مادران گرامی تنها رسانیدن درد شماست. باز هم نامه دیگر از دوشنبه. سلام علیکم مجاهد راه حق و خدمتگار ملت تاجیک محمد اقبال صدرالدین. خدا کند که ما را مجاهد در راه حق و خدمتگار و خدمتگزار این ملت مظلوم تاجیک گردانیده باشد. من یک چند جنایت های جیان های منصور عمرو سردار فعلی اداره زندان های تاجیکستان را خوب میدانم و با آنها از نزدیک آشنایی دارم. خوشبخت و لایق دو جیان منصور عمرو پسران اپای منصور میشوند. نام مادر آنها خواهر بزرگ منصور عمرو حلیمه است. بسیار زن جنجالی است. در بازار سلطان کبیر زبچستی ماشین سودا میکرد، نلاگ نمیسپرید. حلیمه میگفت من اپای منصورم. دو همسایه خودشان که یتیمند، مادرشان به یک عذاب کلانشان کرده است. ملاحت و مطلوبه نام دارند. در سالهای 2007 و 2008 با سوء استفاده از مقام تقایشان و ناموسشان تجاوز کردند. حالا آنکه ملاحت صنف 9 بود و مطلوبه صنف 7. این دو دختر با راه فریب که ما میگیریم تون تجاوز کرده شدند. یک سال زیاد هر وقت در هر جایی که میخواستند میبردند رنگ زنی خودشان استفادهشان میکردند. همسایه ها این همه را میدیدند و میدانند. آن وقت در میکرارین 46 دوشنبه زندگی میکردند. جنهای منصور عمروف 3 بچه و 1 دخترند.
کلانیش فیروز نام دارد. سالهای 2010 کارگری او گلانی روز که اویده شهر دوشنبه در شعبه مبارزه با فاحشه ها که شستای عدل است کار میکرد. وای انسانی بد نیست، اما خوشبخت جن دویمش دانشگاهی صاحبکاری و خدمت را ختم کرده است و به درس ها اصلا نمی رفت، اما حالا در کمیته دولتی امنیتی ملی در ایرپورت یا فرودگاه دوشنبه کار میکند. بی سواد است و سغیره بی تربیه هم هست. سخت متکبر است، میگوید که ما ایفه خورم و جنی منصور عمرم، کسی زورش با ما نمیرسد. اما لایقش مطلوبه را که سنف 9 بود تجاوز کرده میگشت متکبر نیست، ولی زیناکار است. اپتیکه دارد که یگان بار انداز نمیسپارد، چون جنی منصور عمرم هست دیگر. تقریبا 2 سال میگذرد مادر این دخترها که در پدیزدی برای همین جیانهای منصور عمروف زندگی میکند با مادر آنها اپای منصور عمروف میگوید که دختران کمبغل من بچه ها تجاوز کردند، بچه هایت وعده دادند که میگیریم تون چی میشود که بر وقت ترک این کار خیر اثر کنیم. مادر لایق و خوشبخت گفت که من این خنچه ها را کلی نمیگیرم. مادر دخترها گریه کرد که من بچه عذابهای کلان کردم شون و رفت در ناحیه فردوسی در مقامات قدرتی زیعلینی داد و کار به سود رفت. سودیه نامش را نمیدانم، گفته است که اپا منظورم به این شخص نمیرسد. این اچالنیک و پراولینی اخرانه پریزیدنت است، میتونی خودتان به سازیش برسیم. زوره کنی اوچه بچه ها را که دختراتا با کلینی بگیرم. خوب همین خیل پرونده جیان های منصور عمرو قطع می شود. اینها دیگر دیدند که زور کسی به ما نمیرسد، یک بار شردیل شدند. بسیار زیناکار بودند این جیان های منصور عمرو. این حادثه که حکایتش کردم در سالهای 2007-2008 رخ داده بود و آن سالها منصور عمرو سردار ریاست محافظانی امامای رحمانو در کمیته دولتی امنیتی ملی بود. ولی بینندگان گرامی، این بود برنامه 19 امروزه ما. در گذاشتنی لایک ها و انتشار برنامه ما را همراهی نمایید و اینچنین در نوشتن نامه ها از هر ناحیه های کشور نیز نویسید تا اینکه دردی شما را به ملت و مردم رسانیم و امیدواریم که خدا کند آن چی می نویسید آن تغییرات در کشور به وجود بیاید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.